از انواع شعبده‌بازی ها. از بیابان مار می گرفتن و مردم را شگفت زده می کردن که مولوی میگه که عجیبی که این انسان خودش مظهر همه شگفتی هاست، از ماری شگفت زده میشه. انسان مظهر همه شگفتی هاست که کوه و صد هزاران کوه بهت زده وجود آدم هست، این آدم از یک ماری که جزوی از یک کوه هست انسان شگفت زده میشه. میگه مارگیری بهر حیرانی خلق، مارگیرد اینت نادانی خلق. مارگیر برای اینکه مردم را حیرت زده بکنه مار میگیره، میگه زهی بدبختی و نادانی که بشر از ماری شگفت زده بشه. صد هزاران مار و که حیران اوست، هزاران مار و هزاران کوه حیران وجود آدمی است. او چرا حیران شده است و مار دوست؟ چرا این انسان حیرت زده مار بشه و مار دوست بشه؟ انسان به این شگفتی مار پول میده، مار بیاد سرش بیاره بالا، یکی مار رو بگیره، انواع کارها رو با مار بکنه، آدم بهت زده بشه. مارگیری اجدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است، فریاد بزنه و در نهایت اعجاب شعار بده که مارگیر آمده است و اجدها آورده است و بیایید و جمع بشید و فلان. میگه نشان میده که این نادانی شماست. شما میدونید که همین نگاهی که میکنید در نگاه شما چقدر شگفتی ها هست، در همین محض حضور شما چقدر شگفتی ها هست. چون ما محتاج شگفتی هستیم و شگفتی خودمون رو درک نمی کنیم، میریم شگفتی هایی رو از بیرون گدایی می کنیم و یا از بیرون می خریم. به مارگیر وقتی پول میدیم شگفتی رو می خریم، چون وجود ما شگفتی را و اعجاب را و بهت را می خوره و احتیاج داره. یعنی وجود انسان مدام احتیاج داره شگفت زده بشه. وقتی انسان شگفتی های وجودی خودش رو درک نکرد، میره از بیرون قرض می گیره و بعضی هم از این نان میخورن و آب میخورن. سینماداران غالبا از حس شگفتی طلبی انسان نان میخورن و بیشترین سرمایه رو به جیب میزنن، چرا که انسان محتاج شگفتی هاست و اینها شگردهایی رو در سینما ایجاد میکنن که انسان ها از دیدن یک فیل و توانایی های مافوق تصور انسان که در اون فیل نشان داده میشه شگفت زده میشه و به اون پول میده. میلیون ها دلار گاهی میبینید یک فیلم فروش میکنه، چون آدم ها احتیاج دارن که با شگفتی نفس بکشن و اونها جریان های شگفت انگیزی را در سینما تعبیه کردند. انسان پول میده از بیرون میخره. عارف کسی است که این شگفتی ها را دیگه از خودش پیدا میکنه، یعنی به قدری شور هیجان شگفتی در وجودش هست اصلا در بیرون شگفتی نمیبینه، یعنی فرصت نگاه کردن به شگفتی های بیرون رو نداره. هر لحظه حالی شگفت‌انگیز از درونش برمیخیزه، طوفانی به پا میکنه که هستی عارف رو تحت تأثیر قرار میده و به جریان میاندازه و طوفانی میکنه، میجنبونه تا عارف بلند میشه میرقصه. چرا میرقصه؟ بهش میگن سما. سما از سمع یعنی شنیدنه، یعنی از درونش چیزی میشنود که او رو میرقصونه. من اگر موسیقی اینجا بنوازم وقار شما را نمیتونم بشکنم. ما خیلی کنسرت هایی رو میریم، خیلی با وقار می نشینیم، تکان نمی خوریم تا آخر تمام شدن این سولوها، تا آخر تمام شدن صدای خواننده و سازهایی که نواخته میشه راحت میتونیم بشینیم. هیچ کس از جا کنده نمیشه چون وقارش میشکنه. یکی مثلا از شدت تاثیرگذاری صدای نی و صدای تار بلند شه برقصه، کسی این کارو نمیکنه، حواسش بر این هست که این کار بده. و اگر به بدی اونم حواسش نباشه، لااقل میتونه که اگه بلندشه محتسب میاد میگیرتش، نمیتونه بلندشه برقص. اما سماع از درون مطربان دف میزنن، مطربانشان از درون دف میزنند. وقتی این حالت پیدا میشه آدم دیگه حواسش نیست که نیروی انتظامی میاد یا کنار اون فامیلش آبروش میره، دیگران بد میشمارن، هیچ کدوم از اینها دیگه بر انسان سیطره نداره. انسان بلند میشه پای میکوبه و دست بیفشانه، بیهودگی میکنه، بیخیشتنی و ناهوشیاری خودش رو ابراز میکنه.
اینو میگن سماع. در سماع هیچ حرفه آموزشی نیست، کاملا بکر است، یعنی حالتی از درون بر انسان پیام میده و انسان با شنیدن پیام درون خودش بلند میشه میرقص و دست خودش هم نیست، پای میکوبد و دست میفشاند و مستی میکند و سکر به منصه میآورد. این شگفتی های درونه. انسان از شگفتی از جا کنده میشه. شما اگر یک دفعه یک نوری از یه جایی بتابه و این نور هیچ دلیل منطقی نداشته باشه، همه از جاتون بلند میشه. بعضی مجالس هستن که تو مجالس در حقیقت در اثر زن و خرافات واقعا نور هم میتابه، یعنی به قدر زن و خرافات بالا میره هر پدیده پیدا بشود میشه نور. مثل همون ماه نوی که اون پیر مرد دید، چون همه زنش، فکرش و تمام نیروهای وجودیش معطوف است که ماه ببینه، یه دفعه مویی از ابروش سرازیر میشه، میگه من ماه را دیدم. وقتی همه آدم ها میخوان نور امام زمان را از گوشه اتاق ببینن، یه گربه اونجا رد بشه دیگه گربه سیاه نیست، نور امام زمان. یعنی کاملا تجلی نورانی برای او میشه، چون تمام زن او، فهم او، وجود او همه و همه ارتکاز پیدا کرده که نور ببینه. هر گونه جنبش تعبیر نور برای او داره. بر این اساس انسان در قلمرو زن شگفتی ها را گاهی خودش می آفرینه. یک دفعه احساس میکنه که یه چیزی، میگن سربازان روم وقتی رفته بودن برای یک جنگی غارتگرانه، چون اعتقادات مذهبی داشتن، وارد کلیسا شدن یا وارد معبد شدن، اون مجسمه را دیدن که به اون مجسمه گفتن که آیا ما پیروزیم، و شنیدن که اون مجسمه که مجسمه ربانی بود و قدسی بود به اونها گفت که حتما شما هم کاراتون رو بکنید و پیروزید، و اینها با جسارت تمام با الهام از این مجسمه که گفتن ما صداش شنیدیم به ما گفتن که برید غارت کنید، آمدن و پیروزی رو به دست آوردن. یعنی در قلمرو زن انسان از در و دیوار حرف میشنوه و همه پدیده ها به زن انسان به نوعی پاسخ میدن، نه پاسخ واقعی بلکه توهم انسان اوج میگیره و توهم انسان واقعیت ها را تصرف میکنه. وهم به قدری قوی است که واقعیت ها کاملا تابع وهمند، چون واقعیت ها از وهم کوچکترند و کوچکتر تابع بزرگتره. توهم در وجود انسان میدان گرفت، واقعیت ها کاملا از توهم تبعیت میکنند. لذا آدم های خرافی دیگه از خرافات سخت میشه بیرونشون آورد. حتی واقعیت رو بهشون نشان بدیم میبینیم که واقعیت از خرافات تبعیت میکنه. توهم وقتی اوج گرفت انسان میشه موجود وهمانی. حتی پیغمبران قوه وهمانیشون بر واقعیت ها پیروز بود. لذا سنگ بر احمد سلامی میکند، کوه بر یحیی پیامی میکند، سنگ یا پیغمبر حرف میزن. این در قلمرو واقعیت که نیست، در قلمرو وهم است. منتها وهم متعالی است. وهم معنای غلط نیست. وهم به معنای بد نیست. توهم میدانی دارد که انسان وقتی اون میدان توهم رو تونست پیدا بکنه میفهمد که انسان در میدان توهم بیشتر میتونه نفس بکشه. اما انسان واقعیت توهم رو با هم اشتباه بگیری و وارد زندگی عادیش بکنه بده. یعنی واقعیت های ملموس نقش توهمی پیدا بکنن، انسان نمیتونه بهره بگیره. یعنی در غیر از جایگاه توهم، توهم را انسان نازل میکنه و از یک نوع سخرگی سر در میاره. خب از این داستان مولانا، یعنی از این تداعی مولانا وارد این مسئله مارگیر میشه. میگه دزدکی از مارگیری مار برد. مارگیر مار رو شکار کرده بود، تو یک جعبه گذاشته بود و کنار خودش داشت، مثل طلا توی جعبه کاملا تزیین شده. یه دزدی فرصت پیدا کرد که مار این رو، یعنی اون جعبه‌ای که توش مار بود، این رو دزدید. دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت می‌شمرد. اون دزد از سر حماقت و ابلهی فکر می‌کرد که غنیمتی با خودش برده و چیز خوبی رو دزدیده است. وارهیدان مارگیر از زخم مار. مارگیری که این مار را گرفته بود
وقتی که مارش دزدیده شد نجات پیدا کرد، چون خطری در پیش بود. وارهیدان مارگیر از زخم مار، مار کشتان دزد او را زار زار. دزد که مار را برد، بین راه یک دفعه مار فرصت پیدا کرد، این دزد را زد، دزد را کشت. مارگیری که باید قربانی این زهر مار می شد، مارگیر نجات پیدا کرد. دید پس بشناختش. مارگیر که در اون راه می رفت، یک دفعه دید مردم در یه جا جمع شدن، بعد اومد دید یه نفر مرده، دید همون دزده که مار این رو دزدیده بود. مارگیرش دید پس بشناختش. مارگیر این شخص رو دید و شناخت این همون کس است که مار او رو دزدیده. گفت از جان مار من پرداختش. گفت مار من است که جان این رو پرداخت، یعنی مار من او را کشت، مار من او را زد. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. من با دعای جدی از خدا میخواستم که این دزد را پیدا بکنم که مارم را ازش بگیرم، و به همین خاطر راهی شده بودم. دعا میکردم که خدای من را به این دزد برسان، مال من را که دزدیده ازش واستانم. در دعا میخواستی جانم از او، جان من در مقام دعا از خداوند میطلبید، کش بیابم مار بستانم از او، که این دزد را پیدا بکنم، مار خودم را از دستش بگیرم. شکر حق را، شکر حق را کان دعا مردود شد. خدا را شکر خدا دعای منو مستجاب نکرد. و چه دعاهایی که مستجاب نمیشود جای شکر داره؟ فکر کنید در دوران کودکی یکی از دعاهای شما مستجاب میشد و تمام زندگی شما تحت تأثیر اون دعا قرار میگیره. اگر شیرخواره بودید میگفتید خدایا همه عالم را شیر کن. در عالم جز شیر، جز نهر شیر، چشمی شیر، باران شیر چیزی نباشه، چون شیرخواره اید. و متناسب با میل و رغبت و طلب و حوصله و مجال خودتون دعا میکردید. بعد خدا هم به شما رحم میکرد و محبت میکرد، دعای شما رو مستجاب میکرد. حالا که دیگه شیرخواره نیستید، بزرگ شدید، احتیاج به همه چیز دارید، دست به گوش میزدید میدید که شد شیر، دست به سیب زمینی میزدید میشد شیر، دست به هر چیزی میزدید میشد شیر، اون وقت از این دعایی که مستجاب شده یه عمر گله نمیکردید. که مارگیر میگه خدایا شکر دعای منو مستجاب نکردی. خیلی اوقات ما دعاهایی میکنیم که بعداً میفهمیم که اگر این دعای ما مستجاب میشد ما چه زندان سختی را باید تحمل میکردیم و اصلا زندگی ما نمیتونست استمرار پیدا بکنه. شکر حق را کان دعا مردود شد. خدای را سپاس آن دعای من را نپذیرفت وقتی گفتم که منو برسان مارم را ازش بگیرم، چون اگر مارم را از او می گرفتم این مار من را کشته بود. شکر حق را کان دعا مردود شد. من زیان پنداشتم وان سود شد. من فکر می کردم که این دزد به من ضرر زده در حالی که به من خیری رسانده بود و دزدی او نهایت خیر من بوده. نمی دونستم. و چه بسا مارهای هر روز ما را می گزن و دزدی نیست که مارهای ما را ببرد و ما از این مارهایی که بر جان ما آسیب میرسانن محافظت میکنیم. خیلی مارها هر روز به جان ما زخم ضربه میزنند و نیش میزنند و زهر فرو میریزند، مثل همین تملقها،